علیکم السلام و رحمت الله خدمت همه عزیزان، دوستان، شیعیان اهل بیت علیهم صلوات الله. عرض ادب و احترام دارم و میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی را که به حق از اولیاء الله و از شیعیان با اخلاص و ناشران دین الهی هستند، خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم این چند دقیقه ای را که خدمتون هستیم بتونیم از فرمایشات و وصایا و از گفته هایی که حضرت عبدالعظیم حسنی از اهل بیت علیهم الصلوات نقل کردن ما هم نقل کنیم و استفاده کنیم و بهره ببریم. بسیار عالی استاد. خب آجا، بدون فوت وقت میخواییم بیشتر از محضر شما استفاده بکنیم. شما در این ایام با سعادت و به همین مناسبت چی بحث را آماده کردید که انشاءالله بینندگان استفاده بکنه؟ به نظرم رسید که این چند لحظه ای را که خدمتگزار دوستان هستیم که در سرتاسر این عالم خاکی حضور دارند و مهاجرت کردند و در این صفت با حضرت عبدالعظیم حسنی شریک هستند و سنخیت دارند که مهاجرت را برگزیدند، یکی از وصایایی که امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی فرمودند را انشاءالله نقل کنیم و بخشایی از اون را توضیح بدیم و انشاءالله که بتونیم از اون استفاده کنیم، بهره ببریم و در زندگیمون انشاءالله به کار ببریم. خیلی بحث عالی است. آجاد بحث آغاز میکنیم انشاءالله در میان اون انشاءالله مباحث اگر بود در خدمت شماست. امام رضا علیه السلام میفرماد یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیاء السلام و قل لهم الله یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا و مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه و مرهم به سکوت و ترک الجدار فیما لا یعنیهم و اقبال بعضهم علی بعض. روایت و وصیت کمی طولانی است ولی بنده فعلا به همین فراز اکتفا میکنم و انشالله ترجمه و توضیح آن رو تقدیم حضورتون میکنم بتونیم انشالله استفاده کنیم. حضرت در این فراز اولین وصیت از عبدالعظیم حسنی میخوان که سلامشون را به شیعیان برسونن. خود این نشان از مقام بالا و عالی و درجات بلند حضرت عبدالعظیم دارن که واسطه سلام معصوم علیه آلاف و تحییت و سنا به شیعیان هستن و همچنین واسطه رساندن فیض کلام اهل بیت امام رضا هستند به شیعیان و میدونید که در ری جنوب تهران و منطقه عظیمی از این مناطق اطراف ایشون فعالیت کردند، تبلیغ کردند و نشر معارف کردند، شیعیان خدمتشون میرسیدند و کلمات اهل بیت را ازشون دریافت میکردند و بالاخره سینه به سینه منتقل میکردند و تربیت میشدند. این خودش نشان از بلندی و عظمت مقام حضرت عبدالعظیم حسنی داره. فقل لهم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. فراز بعدی این وصیت میفرماد به شیعیان ما بگو ای عبدالعظیم حسنی که شیطان را به خودشون راه ندن و مسیری از شیطان به خودشون باز نکنن. بالاخره انسان موجودی صاحب اختیار و هم فطرت دارد و هم غریزه و هم به اصطلاح لشکر عقل و لشکر صدق و درستی به سمت انسان هست و هم لشکر شیطان و ابلیس به فرماندهی شخص ابلیس که انسان را مورد هجمه و هجوم خودشون قرار میدن و راههایی را جستجو میکنن تا در انسان نفوذ کنن. حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در این بخش از این وصیت میفرماند که عبدالعظیم به شیعیان ما بگو راه شیطان را بر خودشون ببندن و مسیر را باز نکنن. مسیرهایی که به سمت انسان
باز میشه که شیطان میتواند از اون مسیرها به انسان نفوذ کند، از همین احساس و حسهای انسانی است و از همون چیزی است که انسان خودش در وجود خودش داره، از طریق زبان، از طریق چشم، از طریق فکر، ذهن، از طریق قدم، از طریق دست، از طریق طرق مختلف انسان میتواند مسیر را بر شیطان باز کنه و اگر مواظبت نکنه براش مشکلاتی ایجاد خواهد شد و شیطان در اون نفوذ خواهد کرد و مسیر انسان را به سمت قهقرا خواهد کشان. شیطان در ابتدا برای نفوذ هر کسی را متناسب با شرایط و فضا و ذهنیت و توانایی و امکانات و علم و سوادی که داره درش نفوذ میکنه. شاید برای بعضی ها از گناهان کبیره شروع کنه، ولی برای بعضی از نماز وارد بشه. خیلی وقتها شیطان برای نفوذ در قلوب مؤمنین از دریچه نماز وارد میشه، ریا را، شرک را، عجب را و این رذایل نفسانی را برای انسان با جلوه های خوب طراحی و به نمایش در میاره و انسان را از این مسیر منحرف میکنه. همین خطوات شیطان، خطوات شیطان که بالاخره به هر کسی به میزان و فراخور حال خودش با اون برخورد میکنه و شیطان برای نفوذ در این انسان از اونها استفاده میکنه. به عنوان مثال شاید یک روحانی خیلی عظیم و شأنی به نماز بیسته، جمعیت زیادی هم پشت سر ایشون به نماز بیستن، بعد یک نفر که اتفاقا افتاده در طول تاریخ، یکی از علما میفرماد که از اون آخر مسجد یه نفر گفت یا الله یا الله، و من پیش خودم حس کردم عجب نماز شلوغی است و شیطان از این طریق خواست در وجود این عالم بزرگوار نفوذ کنه که ایشون میفرمان من نماز رو از اون به بعد تعطیل کردم، نماز جماعتم رو، و دیگه عرضم خدمت شما به جماعت نرفتم چون حس کردم که عجب خلاصه از رذیله هایی است که نفس من را تیمار کرده، به خلاصه به اختیار خودش در آورده و نماز مؤمنین و من دچار مشکل میشه. لذا شاید بعضی را از این طریق و شاید بعضی را از طریق گناهان کبیره ای که انشالله حالا بعداً آنها را برخواهیم شمرد شیطان بر آنها راه پیدا کنه. لذا امام میفرماند که به دوستان و شیعیان ما بگید که خلاصه راه شیطان را بر خودشون ببندن. بله، خیلی عالی است. بحث این است که ما اول خودشناسی داشته باشیم، یعنی بدانیم که راه نفوذ شیطان بر من چی هست. حالا همینطور که شما فرمودید همه را با یک ترفند، با یک روش به اصطلاح شیطان نمیتونه که منحرف بسازه. پس مثلا جوان به یک مسیر، پیر، بعد روحانی، غیر روحانی، هر کسی به یک مشکل. خیلی خوب آجا، ادامه بحث رو اگر شما بفرمایید که ما استفاده کنیم. من از این فرصت استفاده کنم و خدمت جوانان عزیزی که احتمالاً این برنامه رو میبینن یه عرض سلام خاصی داشته باشم و عرض کنم که جوانهای عزیز برای شیطان خلاصه طعمه‌های خیلی طمع برانگیزی هستند که شیطان به آنها طمع میکنه و باید خیلی مواظب باشن. همونطور که خداوند متعال کار خیر و ثواب و کار با ارزش و ارزشی را از جوان خیلی میپسنده و خلاصه بهش خیلی افتخار میکنه و میفرماد که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود. پرهیزکار و نماز، روزه، قرآن خواندن، راستگویی، صدق، کار خالص کردن، خدمت به خلق کردن از جوانان بسیار پسندیده است و خداوند متعال این جوانی را خلاصه بهار زندگی قرار داده که انسان عبادت کنه و درش رشد کنه. از اون طرف شیطان هم به این قشر خلاصه خیلی توجه داره و دوست داره که اینها را از مسیر حق منحرف کنه. لذا
از این فرصت استفاده میکنیم، به جوانهای عزیزمون عرض میکنیم که بیشتر مواظب باشید، شما بله. بیشتر در معرضید و بیشتر میتونید بینی شیطان را به خاک بمالید. هر باری که به سراغ شما میآید حرفشو گوش ندید، یک همون یک بار بینیش به خاک مالیده شده و انشالله اگر تکرار بشه از شما ناامید خواهد شد و انشالله شما را در پناه خداوند متعال رها خواهد کرد. بله خیلی خب ادامه بحث. بله عرضم خدمت شما در ادامه این وصیت حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا میفرماد که مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه. عبدالعظیم حسنی مأمور میشه که به شیعیان امام رضا کلام امام رضا رو اینجوری برسونه که در گفتار و ادای امانت صادق باشید. راستگویی امر بسیار پسندیده است ولی بسیارم مشکل. و اینکه انسان در هر شرایطی صادق باشد جز اموری است که انسان باید خیلی تمرین کنه و مواظبت کنه زبانش را با تفکر و چند ثانیه اندیشه و حوصله باز کنه بله. که به کذب گفتن و دروغ گفتن دچار نشه. مستحضر هستید روایتی از وجود مقدس و نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستش که آمد خدمت حضرت سوال کرد که مؤمن امکان داره که نمازش قضا بشه مثلا، حالا قریب مزامینشو میگم روایت رو نه. حضرت فرمودن داره ممکن هست که مثلا مؤمن گناه کنه مثلا حواسش نباشه غفلت کنه یه مثلا فلان گناه رو انجام بده نه. حضرت فرمودن امکانش هست. بعد سوال میکنه راوی که ممکنه مؤمن دروغ بگه؟ حضرت میگن امکان نداره، دروغ با ایمان جمع نمیشود. لذا اینجا سفارش بسیار بسیار حساس و مهمی را امام رضا علیه السلام میفرمان که به شیعیان ما ای عبدالعظیم حسنی بگو در گفتارشون صادق باشن، در امانت صادق باشن، امانت مردم را همون جور که بوده، حالا یه وقتی یه شیعی را پیش ما امانت میذارن، یه وقتی یه مؤمنی آبرویش رو پیش ما امانت میگذارد، یه وقتی خانواده پیش ما امانت هست، یه وقتی وارد بر منزلی میشوید و اون منزل امانتی است که شما در او قرار گرفته اید. چشم باید کنترل شود، دست باید کنترل شود، ذهن انسان باید کنترل شود، رفتار انسان من حیث المجموع باید کنترل شود که هم در زبانش و در هم حفظ امانت بتواند اون چرا که مرضی نظر و رضای امام رضا علیه السلام هست انشالله. این خیلی عالی استاد جان، این دوتا فراز که یک فراز کلیدی هم هست، صدق و امانتداری. خب حالا به هر شکل یا قانون هست یا فرهنگ شده یا اون فطرت انسانی است که همینطور که شما مستحضر هستید در کشورهای غیر اسلامی این صدق مثلا ولو در ظاهر هست، امانتداری ولو در ظاهر هست و مثلا شاید خیلی کارهای یک جوان که در کشور غیر اسلامی هست انجام بده ولی راستگو هست، یعنی دروغ خیلی یک چیز بدی هست و این امانتداری. مثلا یکی از دوستان ما نقل میکرد که من کیف مدارک و اینهای من گم کرده بودم و نفهمیدم، دیدم که یک خانم از یک جای خیلی دور این آدرس که کارت خونده بود آمده بود، مثلا 40 دقیقه مثلا رانندگی کرده بود و آورد که در اونم چند صد دلارم وجود داشت که اون آدرس رو که وقت خونده بود در یکی از کارت‌های من آمده بود و آورد و هر چقدر من خواستم که یک 50 دلار 100 دلار حداقل پول بنزین بدم گفت نه من این پول ما شما قبول نمیکنم، این یک امانت. حالا متاسفانه در جامعه اسلامی این ست راستگویی کمتر وجود داره و حتی دروغ دیگه اون قبحش از بین رفته و همچنین امانت داری متاسفانه و
مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی هم هست، نمیگیم اکثرش، حالا که به اصطلاح یک تعدادشون متاسفانه همون بحث رو بردن و الان اون بچه اسلام و مسلمانان در اونجا خدشه‌دار شده. در این رابطه اگر شما یک توصیه داشته باشین که مسلمانانی که در اونجا زندگی میکنن باید اینها مبلغ صدق و امانت داری باشن، متاسفانه بعضا اینطوری نیست، اگر شما به حساب مسئولیت اینها چطوری هست در این رابطه؟ بله، عرض کردیم خدمت شما که صدق در گفتار و راستی در گفتار و رفتار جز سفارشاتی است که به وصایایی است که هم امام رضا علیه السلام اینجا می‌فرمان و هم از اصول اخلاقی و رفتاری مسلمین. این که در بلاد مسلمین گاهن دیده می شود که مسلمانان رعایت اینجور امور را نمی کنند، یک امری است که برمی گرده به فعالیتی که شیطان در بین مسلمین هست. بله. یک آقای می فرمود که چرا در جنگ صفین مثلا اختلاف بین دشمنان امیرالمومنین نبود تو جبهه صفین؟ بله. ولی در جبهه امیرالمومنین این همه اختلاف ایجاد شد با وجود امیرالمومنین. من الان در خاطرم نیست که این جمله از کجا گفتم و اصلا یادم نیست که به چه مناسبتی بود و از کجا گفتم، ولی یادم اینجوری جواب دادم که خب در جبهه کفر که همه دارن به سمت جهنم میرند اصلا. بله. شیطان اونجا کاری نداره، اونها متحدند با هم برای رفتن به جهنم، دارن همونی که مقصود نظر شیطان هست به خوبی انجام میدن و شیطان اونجا کاری نداره. شیطان عمده وظیفش در جبهه حقه که گروهی قراره برن بهشت، شیطان باید بره اینا رو تفکیک کنه، از هم جدا کنه که اهلش برن بهشت و اونهایی که سست ایمانن و سست عنصرن از این کاروان به خیلی حق جدا بشن. در بین مسلمانان هم همینطوره، اون عزیزانی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن به هر حال مسلمانن، به هر حال معتقد به معاد هستن، به هر حال معتقد به خدا و اهل بیت علیهم صلوات الله و قیامت هستن، شیطان بیشتر تو اینا نفوذ میکنه. حالا یه کار خوب از یک غیر مسلمان یا یک انسان دیگری دیده بشود، حالا یا بر اساس تمریناتی که در اون جامعه داده شده یا تو بعضی از جوامع بیشتر به خاطر ترس از قانون که هست، اون خیلی به اصطلاح ارزش معنوی ندارد، هرچند که خب به هر حال به لحاظ ارزش اجتماعی توی جامعه خودش و توی جامعه انسانی ارزش حساب میشه، نمیخوایم منکر اون ارزش بشیم، ولی به لحاظ قیامتی الکفار یعاقبون علی الفروع کما یعاقبون علی الاصول، اونا بر فروعشون را هم خداوند متعال چون از نیت به اصطلاح خدایی و الهی بر نمیگیره اونها عقاب را دارند. این مسئله فراموش نشه، برتری و افضلیتی نسبت مسلمین در جهان آخرت ندارند این افراد، لکن در دنیای خودشون را خوب مدیریت میکنن و این با ارزشه. ما به عنوان مسلمانان و کسایی که محبت امام رضا علیه السلام در دلمون هست، محبت ابوعبدالله علیه السلام در دلمون هست، خودمون را روزخان یا هیئتی یا پامنبری امام حسین میدانیم، طبیعتاً اگر در کشور اسلامی 30% 40% مسئولیت داریم، در کشور غیر اسلامی که زندگی میکنیم و اطرافمون فرق و مذاهب و ادیان مختلفی زندگی میکنن، قطعاً مسئولیتمون دوچندان میشود و باید بیشتر مواظب باشیم. حالا اگر در کشور خودمون یه وقتایی به مصلحتی خدای ناکرده، به تعبیری که خیلی هم رایج شده امروزا میگن، یه دروغ مصلحتی بگیم که همین هم خودش جای بحث داره، در اونجاها دیگه همین هم اجازه نداریم، چون ما مأمور به این هستیم که آبروی مسلمانان و مهمتر آبروی اهل بیت علیهم صلوات الله رو حفظ کنیم که ما مدعی پیروی و شیعه بودن اهل بیت هستیم. لذا از عزیزانمون خواهش میکنیم که به خاطر امور جزئی دنیا
دنیا با همه اون چه که درش هست خیلی جزئی است. زبان خودمون را به گناه دروغ آلوده نکنیم، با مردم صادق باشیم و بدونیم اون چیزی که داریم ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هاست. در روایتی هست که شخصی آمد خدمت امام جعفر صادق، اظهار ناله کرد، اظهار فخر کرد، اظهار بیچارگی کرد. حضرت فرمودند شما خیلی سرمایه داری؟ گفت نه آقا، من خیلی بیپولم، فقیرم. آقا فرمودند که من در قبال اون چه که داری همه دنیا را به شما میدم و اونیه که داری ازت میگیرم و ولایتمون را از تو میگیرم. طرف دید عجب معامله پرضرری است. گفت نه آقا، نمیتونم همچین معامله را قبول کنم. حالا مزامین روایت را عرض میکنم. معلوم شد اون آدم خیلی سرمایه داره. من خدمت شیعیان اهل بیت علیهم الصلاة در کشورهای مختلف، به ویژه عزیزان با صفا و دوست داشتنی افغانستانی ما در کشور استرالیا، عرض میکنم که عزیزان من، شما نمایندگان تشیع در اون کشور هستید. در رفتار، در گفتار، در نشست و برخاست، در رفاقت، در رفت آمد، در دوستی ها و فامیل ها رعایت آداب شؤون اهل بیت، شؤون دین را بفرمایید. متحد باشید با هم، با همدیگه گرد شمع وجود ابا عبدالله علیه السلام، با محوریت همکاران و دوستان و روحانیت معظم در اون کشور کنار هم طوری زندگی کنید که عزت و آبرو برای مسلمین و زینت باشید برای امام صادق علیه السلام. بنده سالیان ساله، همونجور که آجوان فرمودن، با دوستان عزیزی از کشور افغانستان رفاقت دارم، رفت و آمد دارم، خدمتشون رو میکنم. دوستان بسیار با صفا، متدین، شیعیان خیلی خیلی به اصطلاح علاقمند به اهل بیت، خدوم و خادم در مسیر اهل بیت هستن، میتونن به شما کمک کنن. ما هم از اینجا دعاگو هستیم در خوشحال محمد صلوات الله علیه مجمعین قوم المقدسه که دعاگوتون هستیم و خواهش میکنیم ازتون که در مسیر زندگی انشاءالله یه طوری حرکت کنیم که روز قیامت هم پرچم عبدالله علیه السلام بر سر ما بیفته و ما در زیر بیرق عبدالله از پل صراط انشاءالله به خوبی عبور کنیم. خیلی عالی. خب همونجور که عرض کردم خدمتتون، این وصایای علی ابن موسی رضا علیه السلام خب طولانی است. من دو فراز دیگه از این وصیت را انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم و شما را به خداوند متعال میسپارم تا فرصتی دیگه. در ادامه این وصیت حضرت میفرمان که و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم. دعوت میکنند حضرت شیعانشون را به سکوت و ترک جدال نسبت به آنچه که به کارشون نمیاد. حرف زدن زیاد و پرحرفی کردن، خب خطا هم زیاد در اون هست و هرچه انسان بیشتر حرف بزنه احتمال خطا و اشتباه و گناهش هم بیشتره. یه نکته که مختصر از اوش عبور میکنم، انشاءالله یه وقتی فرصت بشه در باب سکوت و صحبت کردن عرایزی را تقدیم خواهم کرد. یه موضوعی که اینجا به مناسبت دوست دارم بهش توجه بیشتری بدیم و هممون بیشتر بهش توجه کنیم، همین فرازی است که میفرماد ترک جدال بکنید بین همدیگه از اون چی که خیلی به کارتون نمیاد. بعضی از بحث ها و بعضی از مناقشات و بعضی از مشکلاتی که در بین ما شیعیان هست و شما عزیزان افغانستانی، چه ساکن استرالیا و چه ساکن ایران و چه ساکن خود افغانستان، هم از اون استثنا نیستید، اختلافات و مشکلاتی که بین شیعیان ما، شیعیان اهل بیت علیه الصلاه وجود داره. بعضی حسینی ها، این حسینیه با اون حسینیه، این مؤسسه با اون مؤسسه، این مرکز با اون مرکز، با همسر موضوعات جزئی که هیچ تأثیری هم در روند کار نداره اختلاف پیدا میکنن، مدت ها با هم مشکل دارن، که امیدواریم اخلاصی را خداوند متعال به ما عطا کند که بتوانیم هماهنگ، همفکر، پشت سر هم و در کنار هم مسیر را انشاءالله طی کنیم. به ویژه الان که کشور دوست، همسایه و عزیز ما افغانستان به هر حال به دست کسانی افتاده که نه محبت اهل بیت در دلشون هست که هیچ نیست که هیچ،
دشمنان اهل بیت را دوست دارند و با دشمنان اهل بیت انس دارند و خودشون را مرید دشمنان اهل بیت می‌دانند و شیعیان را توجهی نمی‌کنند. نسبت به شیعیان بسیار هم سختگیر هستند. شرایط سختی را در افغانستان الان به خودش داره می‌بینه. شیعیان اونجا شرایط بسیار بدی دارند. خیلی از شیعیان عزیز ما مهاجرت کردن به ایران، بعضی ها مهاجرت کردن به کشورهای دیگه. من امیدوارم که حول کلمه واحده الله و همچنین حول محبت امام حسین علیه السلام هممون گرد هم باشیم، با یک کلمه یا حسین کنار هم جمع بشیم، هم به فکر شیعیان مظلوم و دردکشیده افغانستان باشیم و در کشور افغانستان، در کشور ایران و کشورهای دیگر اگر امکاناتی داریم، اگر توانمندی داریم، اگر به اصطلاح می توانیم و از عهدش برمیاییم، از مسیرهایی که خودتون میدونید و خودمون میدونیم، از مسیر اقارب، خویشاوندان، محارم، دوستان، مسیرهای مطمئنی که اطلاع دارید، از اون توانمندی استفاده کنید، به شیعیان اهل بیت علیهم السلام در کشور افغانستان و عزیزانی از اون کشور در کشور ایران هستند، بعضن طلابی هستند که سالها تحصیلات داشتن، الان شرایط سختی براشون ایجاد شده با توجه به وضعیتی که در کشور ایجاد شده و خلاصه اوضاع خوبی ندارن. امیدواریم که با عنایت به این وصیتی که امام رضا علیه آله و طیبه السلام از طریق عبدالعظیم حسنی به ما رسوندن و تا الان به اصطلاح در مسیر تاریخ تشیع به اون متمسک شده، تمسک کرده و سبک زندگیش رو برون چیده، ما هم متمسک بشیم، توجه کنیم و با عنایت به این فرمایش برای خودمون یک وظیفه را تعریف کنیم که هم با هم متحد باشیم و هم با اتحادی که داریم به همه شیعیان تا اونجایی که میتونیم به ویژه و علل اخص محارم، دوستان، اقارب، نزدیکان، خویشاوندان خودتون از افغانستان که چه در کشور افغانستان چه در کشور ایران هستن و شرایط سختی دارن کمک کنیم. بنده دیگه بیش از این مصدی اوقات شریفتون نمیشوم. آرزوی توفیق، سلامتی، سربلندی و عزت براتون دارم. امیدوارم که آبرو و عزت مسلمین و اهل بیت در کشورهای مختلف و ویژه در استرالیا باشید. به همه دوستان و عزیزان خوب افغانستانی در اون کشور مجددا سلام میکنم و عرض میکنم که اینجا دعاگوتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.